برای وارد کردن دفترچه تلفنتون از گوشی به کامپیوتر شما نیاز دارید به دو تا برنامه، یکی برنامه خود گوشیه، مثلا فرض کنید اینجا HTC سینک، و یکی هم برنامه‌ای که بتونه اون دفترچه تلفن رو بخونه، مثل مایکروسافت آوتلوک. همونطور که می‌بینید کانتکست من الان اینجا خالیه، علتش هم اینه که هنوز این کار رو انجام ندادم و سینک نکردم. علتی همین که ما الان داریم تو ویندوز کار میکنیم اینه که HTC برای مک برنامه‌ای نداده و چاره جز کار کردن توی ویندوز نداریم راست چه بخوای. خب خیلی هم بد نیست چون خیلی از کاربرا ممکنه ویندوزی باشن. در هر صورت شما اینجا میایین تو این برنامه که البته خارج از درس ماست، ولی به هر حال گفتنش دیگه یه بخشی از آموزشمون به حساب میاد، و مثلا توی پیپل اینجا سینک رو آن میکنید، برنامه مد نظرتون رو انتخاب میکنید. اگه برنامه دیگه میتونست با این برنامه کار بکنه اینجا احتمالاً لیست میشد و چند تا برنامه بود، الان که فقط یه برنامه بیشتر نیست. و زمانی که خواستید این سینک رو انجام بدید، سینک نا رو میزنید و حالا یه زمانی طول میکشه تا این اطلاعات مربوط به گوشیتون و اطلاعات مربوط به دفترچه تلفنتون از گوشی منتقل بشه به کامپیوتر. خب این واردات شما از برنامه HTC سینک تموم شد، یه لیست خیلی اساسی حالا بر من حداقل اینجا درست شده که اسامی تمام کسایی که توی اون گوشه قبلیم داشتم و حالا الان توی آتلوک هم میتونم ببینم. فقط ببخشید که من اینجوری کوچولو کردم اینو، به علت اینکه خب تمام کسایی که تو دفترچه تلفن من هستن شاید راضی نباشن که اسمشون اینجا دیده بشه. خلاصه دیگه شما ببخشید. کارتون که با آتلوک تموم شد، میایین توی آیتیونزتون و وقتی که شما آیفونتون رو وصل بکنید اینجا دیده میشه. به جای تب اول که سامری هست، بعد بیاین تو تب دوم، یعنی این قسمت دوم که اینفو هست رو باید بزنید و همون اولین عنوانی که اینجا میبینید نوشته Sync Contacts With که آوتلوک رو شما میتونید اینجا انتخاب بکنید. اگر شما گوشی اندروید دار داشتید، مثلا میگم ما همون گوشی HTC Wildfire که داشتیم اندروید بود و گفتم خدمتون توی اون قسمت که میتونید از گوگل کانتکس و در واقع از اکانت گوگلتون هم استفاده بکنید، که برای اون کار شما باید بیومدید روی این اکانت گوگل و حالا این رو میزدید و این سویچ رو میزدید و اگریمنت رو میزدید و در نهایت از شما یه آیدی گوگل میخواست که دقیقا همون چیزی بود که توی همون گوشی داده بودید. ولی ما اینجا این کار رو چون انجام ندادیم از همون آتلوک استفاده میکنیم. الان این سویچ الان میکنه روی آتلوک و بله سویچ کرد. و حالا تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که این اپلای رو بزنید. به راحتی هرچه تمامتر تمام اون لیستی که توی مایکروسافت آتلوک داشتید توی آیفونتون هم دیده میشه و خیلی راحت میتونید بهشون توی آیفونتون دسترسی داشته باشید.